بسم الله الرحمن الرحیم. هممون دنبال این هستیم که از دست شیطان راحت بشیم. هی هم میگیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، خدایا از دست شیطان به تو پناه میبریم. شیطان هم که میدونید همش ما رو اذیت میکنه و قسم خورده که اذیت کنه. خب حالا چی کار کنیم که ما اذیتش کنیم؟ امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار فرمودن که میخوای یه رای یادت بدم که مثل این است که سیلی بزنی تو گوش شیطان، مثل این که شیطان رو ناراحت کنی، زخم بزنی به دلش. میخوای یادت یه راه یادت بدم؟ عرض کرد آقا بله بفرمید. فرمودن اگه میخوای شیطان از دست تو ناراحت بشه، احساس کنی که تو صورتش زدی، احساس کنی که خنجر به قلب شیطان زدی، به برادر مؤمنت کمک کن. اصلا ریشه همه این بحثا اینه که انسان به برادر مؤمنش کمک کند، خدمت کند. اگر تو به برادر مؤمنت کمک کردی، یه خیری براش آوردی، او رو خوشحال کردی، به قول آیون ادخال سرور کردی، این انگار زدی تو گوش شیطان، انگار که شیطان اذیت کردی. و شیطان از این جهت خیلی ناراحت میشه و خدا خوشحال میشود. کسی که شیطان را ناراحت کنه خدا را خوشحال کرده. کسی که از خودش بدی ها رو دور کنه خوبی ها رو جذب میکنه. کسی که از خودش نجاست رو دور کنه پاکی رو جذب میکنه. کسی که چراغ رو روشن کرد تاریکی میره، نور میاد. آقا چه کنیم از دست شیطان راحت بشیم و او از دست ما ناراحت؟ به دیگران کمک کنیم. رئیس خوبان عالم، قریب غربا، عزیز عزیزها، رئیس همه مؤمنین، کسی که باعث فیض است بین خدا و خلق، به یمنهی رزق الورا، به برکت او همه 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 روزی میخورند. و ثبتت الارض و السما، زمین و آسمان به این زیبایی دارن کارشون انجام میدن. به این آقا ما خدمت کنیم. چه خدمتی؟ خدمت من در آوردی؟ از خودم یه کاری؟ نه خیر، ببینم چی میخوان. بپرسیم آقا شما چی میخواید از ما؟ میفرمان دعا کن. تو کاری از دستت بر نمیاد جز دعا. دعا کن که من میام، من بیام، و اگر بیام همه کار خودم درست میکنم. تو دعا کن، تو برای من دعا کن. و اگر ما به امام زمان دعا کردیم، انگار به دیگری دعا کردیم، انگار به دیگری برای دیگران دعا کردیم. و رئیس دیگران امام زمان علیه السلام هستن و همه اون فیوزات رو میبریم، به اضافه این که زدیم تو گوش شیطان. یه مطلب دیگه این که میفرمان دعا کننده، که یه بار دیگه عرض کردم، مورد افتخار خدا قرار میگیرد. یه توضیح نمیدم. و از نیکان بعد از امامان قرار میگیرد. اینم قبلا بیشتر توضیح دادم. مطلبی که میخوام خیلی در موردش صحبت کنم، هرچند وقت نیست، این است که این آیه شریفه، اولا خدمتتون عرض کنم تمام این مطالبی که ما میگیم، عرض کردم تون، عرض میکنم که کتاب شریف مکیال المکارم تمام آیات و روایات و اسنادش رو آورده و همه اینها بر اساس یک آیه ایه. حالا این مطلب جدید است که آقا این اولی الامر که در قرآن آمده است و خداوند میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این یکی از مواردش اینه که آقا ما به امام زمان علیه السلام که به ما امر کردن، اولی الامر هستن. حضرات اهل بیت فرمودن اولی الامر ما هستیم، ما امامان هستیم. امیرالمومنین فرمودن من هستم و حسن و حسین و نه فرزند از فرزندم حسین که نامش مهدی است و اون اسم خاص رو آوردن که باید به احترامش بلند شد. بر تقدیر این امر امام علیه السلام، اولو الامر هستن، صاحب امر هستن، صاحب فرمان هستن، صاحب دستور هستن، صاحب همه کارهای الهی هستن، صاحب زمان هستن. ایشون فرمودن دعا کنید. چشم، اطاعت همه جانبه از خدا و رسول و ائمه اطهار، اگه نگیم خلاصه می شود در
اللهم عجل ولیک الفرج یکی از موارد بسیار مهمش همین است که ما دعا میکنیم و چه بسا همه اونها رو به دست میاریم، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. پس الان و همیشه بگید، همیشه اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.